طبیعت انسانی، حس انسان دوستی، سخنی دلنشین، کلامی پرنفوذ و قدرتمند، تعلیمی دلنشین و همه پسند، شعری پر احساس، اندیشه‌ای خردمندانه، همه در مسیر محبت و عشق می توانند بهترین تأثیر خود را بر اطرافیان و مخاطبین خود بگذارند. همون گونه که شاعر اعلام میکنه، جهان بی عشق سامانی ندارد، فلک بی میل دورانی ندارد. و این اولین تجربه ای هستش که حتی نوزادان لمس میکنن، زمانی که متوجه میشن اطرافیان چگونها به اونها خیره میشن و تشویقشون میکنن و سعی میکنن با رفتار و اعمال حتی اون دوران نوزادی و کودکی توجه دیگران رو نسبت به خودشون جلب کنن و رضایت از دیگران رو از همون جا دریافت میکنن. گویا دوران کودکی دورانی هستش که همه ما حتی اگر تو یک اشتباه و یه موقعیت بدم قرار گرفتیم، خاطراتمون خاطرات خوبی و بهترین خاطرات بوده. نویسنده اعلام میکنه همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه بزرگ شدم و اون دوران دوران مخصوص خوبی هستش. کلام خداوند نیز ما رو تشویق میکنه.
البته نسبت به خودمان، نسبت به والدینمان، نسبت به فرزندانمان، نسبت به همسایه، غریبه، دشمن، دوست، خدا، همسر، خیشان، کارفرما، کارگر، معلمی، شاگردان، اعضای کلیسا، دولت و کشیش کلیسا، خادمین کلیسا، دولت‌ها و ملت‌ها و و و تمام قشرها، ما بتوانیم محبت داشته باشیم. و برای هر آنچه که من اعلام کردم آیه خاصی هست که ما رو تعلیم میده برای یک رابطه خوب انسان‌ها با هم دیگه. در نامه افسسیان 4:2 میخونیم که اعلام میکنه با کمال فروتنی و تواضع و حلم متحمل یکدیگر در محبت باشید، یعنی همدیگر رو درک کردن که بتونیم توی ادراک درست. آیا چنین تعلیمی که باعث رضایت همه از هم بشه امکان پذیر هست یا نه؟ مسلماً در صورتی که همه ما آنچه که کلام خدا میگه به مسیح ایمان آوردیم و با هدایت کلام و روح القدس، به قوت روح القدس بایستیم، میتونه جهان رو در مسیر صلح و عشق پیش ببره. اما چنین تجربه جهان نداره. تجربه های ما انفرادی هستش. شاید این شادی و این امید رو توی کانون خانواده آوردیم، توی مجموعی همچون کلیسا قرارش دادیم، اما جهانی نشده و نتوانستیم آنطوری که حقیقتاً در نظر داریم بتونیم در اون بود صلح و عشق و محبت و رضامندی نسبت به همدیگه پیش بریم. شخصی به دوستش میگه من آدم تنهایی هستم. میگه یعنی هیچ کس نیستش که به تو فکر کنه؟ میگه نه، هیچ کس من فکر نمی کنه. میگه حتی یه نفرم نیست. میگه چرا؟ طلبکارم همیشه من فکر میکنه. ما نیز میل به این داریم تا بتونیم در بود زندگیمون در جایگاهی قرار بگیریم که هم دیگران از ما راضی باشن و هم ما خوشایند نسبت به دیگران باشیم. انجیل متی 10:16 عیسی میگه من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم برای بشارت. من شما را مانند گوسفندان، یعنی مظلوم، ساده، صادق، مهربان، در میان گرگان میفرستم. بازم میگم بشارت عزیزان. پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید. انجیل مسیح اولین قدم عشق و محبتی که مایل هست دیگران دریافت کنند رسیدن خبر خوش انجیل است. و این محبتی هستش که عیسی مسیح به خاطرش روی زمین اومد مطابق انجیل یوحنا 3:16. اما سازمان‌های خیریه، مجموعه‌هایی که پر از عشق و محبت نسبت به نیازمندان هستند و هر آنچه که مانند مثل صلیب سرخ که بعداً بعضیا خوششون نیامد هلال احمر کردن، و میدونید که در عربستان ما ماه پرستان داشتیم و هنوز هم این تصورات اونجا هستش. صلیب سرخ تعریف خود خوبی داره، اما هلال احمر اگه به تاریخ نگاه کنیم برمیگرد به ماه پرستی. حالا تو اون مجموعه نمیخوایم بسیم. همه ی آنچه را که به عنوان سازمان های خیریه، مینیستری های خوب توی جهان هستن، شخصیت های مانند مادر ترزا هستن که انسان های بسیار خوبی بودن و کارهای نیکی رو انجام دادن و نمونه های خوبی بودن، فقط قسمت کمی از انجیل مسیح هست. همش نیست. پیام انجیل مسیح پیام نجات و رستگاری هست که به کلیسای مسیح داده شده تا در اون مسیر بتونه خوب قدم برداره. نویسنده این میگه گناهان گاهی اوقات همون فضیلت‌ها، یعنی کارهای خوب، گناهان گاهی اوقات همون فضیلت‌هایی هستن که در آنها زیاده روی شده است.
به پیروی زندگی اعتدال فرزندان خدا جای خوبی هستند. اما زمانی که از اراده اصلی خدا دور میشن، اون اعتدال به هم میریزه و میبینیم که حتی ایمانداران متاسفانه از اون هدف اصلی دور میشن وقتی که توی موقعیت درست نمیتونیم بیستیم، هرچند با افکار خوب، هرچند با اندیشه های خوب، هرچند فکر ما این هستش که بتونیم دست یک شخصی رو بگیریم که بسیار زیبا هستش. باز نویسنده اعلام میکنه: نمیتوانم فرمول موفقیت رو برای شما بیان کنم، اما فرمول شکست این هست که همه رو از خودت راضی نگه دار. طوری قدم بردار که از خانوادت گرفته شده تا کوچه و محله و محل کارت، همه از تو راضی باشن. اون شرایط شکست تو رو ایجاد خواهد کرد. در نامه رومیان 12:17-18 میخونیم که اعلام میکنه: هیچ کس را به عوض بدی مرسانید، پیش جمعی مردم تدارک کارهای نیکو ببینید. اگر ممکن هست، اگر میتونم، اگر تو جایگاهی هستم که لطمه‌ای به خبر خوش نجات نمیزنم و باعث هلاکت کسی نمیشم، اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید. سوال اینجاست: تا چه مرزی میتونیم ما رضایت دیگران، مخاطبین و دنیای عصر خودمون رو به دست بیاریم؟ تا چقدر ما میتونیم بریم جلو؟ برای شخص خود من خیلی سخته بگم نه. من نمیدونم برای شما چه، تازه دارم یاد میگیرم توی خدمتم به خیلی از چیزا بگم نه، انجام نمیدم. و کلام خدا میخواد این قلب ما وصل باشه مستقیم به زبان ما. نمیگم حالا هر چیزی رو، اون نه ما باید تحت حکمتی باشه و باید تحت اراده خدا باشه. در انجیل متی 5:37 میگه: شما بلتون بله باشه، نه شما نباشه. زیاده میگه نگید، چون که از طرف شیطان هست، از طرف شریر هستش و آسیب میزنه به ما. و شاعری میگه: کسی که هدف دارد دل به وسوسه های مسیر نمیدهد. پس اگر من تصور بر این میکنم که میخوام توی اعتدال درست زندگی کنم، مسیر درست زندگی کنم، باید هوشیار باشم که توی مسیر زندگی از اون هدف اصلی خودم دور نشم. چرا که اگه از هدف اصلی خودم دور بشم، به راحتی به جای درست اندیشیدن، افکار اشتباه من رو به اعمال ریاکارانه و نیز سخن سفسطه چینی وام میداره. چون از قلبم دیگه سخن نمیگم، برای رضایت دارم صحبت میکنم، میخوام همه رو راضی کنم از خودم نسبت به موقعیتی که درش هستم. برای تا چه زمانی، تا چه موقعیتی من میتونم این قدم رو بردارم؟ مردی رو میکنه به همسرش، میگه: اگر من زودتر از تو بمیرم، آیا تو ازدواج میکنی؟ میگه: نه، من ازدواج نمی کنم، میرم پیش خواهرم که مجرده. میگه، بعد زن میگه: خب اگر من زودتر از تو مردم، تو چه کار میکنی؟ میگه: منم عزیزم ازدواج نمی کنم، منم میرم پیش خواهرت که مجرده. اگر من به دنبال فقط این باشم، مانند عز میخوام توتی از این دنیا بیاموزم بدون درک درست، مسلم بدونیم که حتی زندگی که ما فکر میکنیم در عشق میتونه باشه، باز تو جایگاه درستی نیستش که از اون بتونیم استفاده خوبی رو بکنیم. و باز به جایی میزنیم، به تارگتی میزنیم که تارگت نجات در رهایی نیست. هوشیاری مسیح نه تنها در رابطه با دنیای دور از باورهای الهی هستش، بلکه به باورمندان دین و مذهب و مریدان خود این گونه است. در انجیل متی 24:11-13 اعلام میکنه: در روزهای آخر انبیای دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند کرد. یک بار دیگه، انبیای دروغین زیادی.
چه کسی هستش که بتونه بگه من که مرید فلان شخص فلان انبیا فلان پیغمبر شدم جز به این زیاده نباشه؟ و چه کسی هستش که بتونه ثابت کنه چون اکثریت مردمی یک باور مذهب خاص دارن حق با اونها هستش، چون مسیح اینو 2000 سال پیش داره پیشگویی میکنه. انبیای دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند کرد و شرارت به قدری زیاد میشود که محبت آدمی نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد، اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات پیدا خواهد کرد. انبیای کاذب شاید یکی بیاد، یک نفر به عنوان نبی کاذب میاد، اما شما میدونید مریدان اونها میشن انبیای دیگه که اونو تاییدش میکنن. شخصی میاد میگه من از طرف خدا هستم، پیغمبر هستم. بعد افراد دیگه میان اونو تایید میکنن، میگن آره خدا هم به ما گفته این پیغمبره. پس خودشون هم اونجا وایسن. حالا ما که از بکرانمون یادمون هستش، بعد امامه میاد و یه عده میشن یه امامی، یه عده میشن دو امامی، یه عده سه امامی، 12 امامی، 20 امامی، 14 امامی، 15 امامی شم که الان هست. همینطور اضافه میشن و شاخه ها زیاد میشه. و بدتر از این اینه که یه عده دیگه میان اونا رو رد میکنن با یک باور دیگه. پس این هوشیاری رو مسیح داره به ما میده، هوشیار باشیم. انبیای کاذب ثمرهشون نشون میده. یکی از ثمرات انبیای کاذب دروغه و با دروغ مردم رو فریب میدن، همون گونه که متاسفانه در جامعه ما، امیدوارم بگیم یه روزی در جامعه گذشته ما، دروغ مصلحتی بود و به پیرویه روایت های دروغ، همون روایت هم دروغه، شخصی رو که بهش باور دارن میگن از سکویی بلند شد، وقتی که دید یه دوزی رفت یک طرف، رفت یه سکوی دیگه نشست، وقتی نشست رو اون سکو، سربازا و نگهبانا که دنبال او کردن گفتن فلانی شما دوز رو دیدی؟ گفت از زمانی که رو این سکو نشستم ندیدم. و همه ما رو متقاعد به این حیله کردن. این دروغ نیست، حیله است، بدتر از دروغه. پس همین گونه بود که ایرانی ها متاسفانه، حالا همه رو نمیخوام بگم، به تعلیم اشتباه رفتن. اینا ریشه های بدی هاست. اینها رو دارم عرض میکنم که به ریشه ها نگاه کنیم. وقتی که من هنوز به مسیح ایمان دارم، دارم دروغ میگم، بدونم کجا ایستادم. دروغ من به خاطر انجیل مسیح نیست، دروغ من از بکرانم داره میاد که من هنوز شفا نگرفتم، من هنوز آزاد نشدم. پس پیگیری کنیم. درسته اصطلاحا با یک کلمه مانند دروغ روبرو میشیم، میگیم ای بابا چیز نیست، بچه ها میدونن دروغ بد هستش، اما لازم هستش که ما نیز از این دروغ ها آزاد بشیم و خودمون رو در جایگاه درست قرار بدیم تا بدونیم حقیقتا چه لطمه بزرگی به ما خواهد زد آنچه که ما داریم میبینیم نسبت به تمام موقعیت‌هایی که از بکران گذشته متاسفانه نصیب ما شده از نبی کاذب. و همون نبی کاذب میتونه جامعه‌ای رو به هم بریزه با دروغ، دولت‌های تشکیل میشن به نام همون نبی کاذب، کشورهای تأسیس میشن به نام اون نبی کاذب، و تأثیر این دروغ میبینیم متاسفانه جهانی میشه. یک مثال روسی میگه در مرداب دروغ چیزی جز ماهیهای مرده شناور نخواهند شد، چون تعلیمات و تشویقات همه در اون مسیر بوده. پس وقتی من به مسیح ایمان میآورم، با هوشیاری میباید به دنبال سلامتی و شفای خودم باشم. من فقط نمیتونم بگم با دعای توبه که توی کلیسا خوندم، با تعمیدی که کشه کلیسا منو تعمید داد، و حتی با کلیسا رفتن، حتی با ده یک دادن، من دارم تولد تازه رو میگیرم و در مسیر تولد تازه دارم رشد میکنم. خیر، نگاه کنیم به زندگیمون، کجا آسیب خوردیم؟ آیا هنوز به پیروی گناهان گذشته که از نبی کاذب نصیب من شده، من اونجا قرار گرفتم؟ سوال بعدی این هست، آیا میتوان تحت چنین دروغی وفادار به خدای حقیقی و خدای انجیل بود یا نه؟
فقط به فکر این باشیم که دل مردم رو راضی کنیم. خیلی از عزیزان هستن از من میخوان که بعد از تو بهتر هست درباره الله صحبت نکنیم که بت هست، چون عده‌ای هستن که اون رو به عنوان خدا قبول کردن. اما این چی هست؟ این آیا این همون رضایت مردم نیستش که مردم رو ما در مسیر هلاکت قرار بدیم؟ بعضی از عزیزان از ایران زنگ میزنن میگن ما همون کسی هستیم که شما دو ماه پیش برای ما دعا کردید، ما هم همیشه تو نماز برای شما دعا میکنیم، قلبش هم به مسجد داده. چرا؟ چون تعلیم درست نگرفته، چون نمیدونه خدای حقیقی و خدای زنده یهوه است، الله بوته. خیلی سخت بود یه زمانی، امروز نه، فراموش نمیکنم. حتی زمانی که کلیسای پرستان مسیح رو بنا کردیم، خیلی از عزیزان به ما انتقاد کردن، گفتن چرا کلیسای پرستندگان مسیح؟ این باعث میشه که فارس زبان ها به طور خاص مسلمانان نیان، ولی اومدن. بیش از 800 نفر مسلمان رو من اینجا تعمید دادم و این فیض خدا بوده. اومدن. وقتی در راستی میستیم مطمئن هستیم که خداوند نیز با ما خواهد بود. در نامه رومیان 12:2 که فکر میکنم توی بروشوراتون دارید، همون صفحه اول اعلام میکنه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده خدا چیست. تصور اشتباهی که باز از ذهن ما میتونه بگذره این هستش که وقتی میگیم همشکل این جهان نشیم، یعنی اگر تو فیلم فلان هنرپیشه فلان لباس رو پوشید و الان مد شده اون لباس، بچه من اون لباس رو میپوشه، من بهش ایراد بگیرم، میگم چرا تو شکل اون شدی؟ فکر میکنم اگر احیانا یک نفر با یه لباس خاصی اومد اینجا پرستش بکنه، من باید به اون ایراد بگیرم، بگم تو نباید اینجا با این لباس، چون این لباس رو دیدم فلان جا تو فلان فیلم بوده. اینا تصورات اشتباهه. تصور اشتباه این هستش که اگر جشن عروسی میشه، همه ایمانداران هستن، حالا نباید مشروب باشه، نباید ساز باشه، نباید رقص باشه. خدا رو شکر الان از این مراحل گذشته کلیسای فارس زبان. سالهای خیلی قبل متاسفانه در این اسارت ها بود که تعجب میکردن توی عروسی چرا رقصه، چرا سازه. بله مسیحی ها این کار رو میکردن، ولی آنچه در کلام خداوند در رومیان 12:2 میگه، میگه ذهنت رو تازه کن. کاری به لباس نداره، کاری به خوردن نداره. زمانی که من ذهنم در حضور خدا تازه میشه، مسلما به خوبی میدونم چگونه لباس پوشم، چگونه سخن بگم در جشن و در ماتمه که دوستانم دارن، چگونه رفتار کنم. دیگه این گونه نیست که مذهبی فکر بکنم. یک بار دیگه این آیه رو براتون میخونم. همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی لباس خود را ببخشید، کفش خودتون رو جشن. مال شما چی نوشته؟ میگه ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. امیدوارم به کسی بر نخوره. به نظر من حتی ما مسیحی ها که امروز ادعا داریم داریم خوب روش میکنیم، دام های مذهب بسیار در برابر ما هستش. همین باعث میشه که والدین با بچه هاشون درگیر میشن. نسل جوون درک نمیکنه کلیسای فارسبانه و میخواد باش درگیر بشه. والدین درگیر میخوان بشن، شبانان میخوان درگیر بشن. قرار ذهن من عوض بشه. قرار نیستش که من نگاه به لباس بچه هام بکنم. اگر ذهن اون عوض بشه، بهترین لباس مناسب رو در هر کجا خواهد پوشید، بهترین رفتار مناسب رو خواهد داشت و ذهن من در حضور خدا هستش که عوض خواهد شد. سوال بعدی این هست، آیا این آیات گواه بر این هستش که آدمی هیچ اختیاری و اراده‌ای نسبت به خودش نمیتونه داشته باشه؟ ما در کتاب پیدایش باب 2 متوجه میشیم که خداوند باغ عدن رو به انسان، به آدم میسپاره و به اون میگه برو حتی اسم موجودات حیوانات رو تو بذار و به اون میگه در بین اونها همسر خودت رو انتخاب کن. خدا رو شکر آدم واقعا آبرون ما مردا رو خرید، چون با هیچ حیوانی نیومد بگه دور از جون خانوما بگه این زن منه. خداوند حداقل اونجا به خودش گفته به به انسان خوبی رو آفریدم.
انقدر باهوش بود. پس این اختیاراتو داده و خلاقیت ما، اختراعات ما، این همه اکتشافات نشون میده که خدا انسان را آزاد آفریده. هرگز خدا نخواسته که انسان مانند خیمه شب بازی تو دست اون عروسکی باشه که خدا داره انجام میده. خدا انسان را آزاد آفریده. از نظر من کلام خداوند بهترین پیشنهادات رو به انسان داده، بهترین پیشنهاد داده و درش هیچ جبری نیست، هیچ دستوری عمل امری نیست. اما کسی که ذهنش عوض میشه وفادار به این کلام خدا هستش، این کلام خدا رو اون موقع اطاعت میکنه، بهش وفادار خواهد بود و توی بهترین موقعیت میتونه توی زندگیش استفاده کنه. تا اون موقع تحت اراده آزاد خود، نه تحت اراده دیگران خیر، بلکه تحت اراده خدا زندگی کنه. چون وقتی که از انسان آزادی گرفته میشه نسبت به باورهاش، اون شخص 100% حیله‌گر و ریاکار میشه. و عیسی مسیح صحبت هستش با فریسیان همین بود، چون فریسیان آزادی نداشتن، چون آزادی نداشتن تمایل به این داشتن که به دیگران وانمود بکنن آنچه که در کلام خدا هست، اما قلباً هرگز با اون نیز رابطه نداشتن که تحت اون پوشش قرار بگیرن. همه ما تجربه کردیم ضرب المثل های ما، داستان های ما و حتی اشعار ما گاهی گواه بر این هستش که ما تحت اراده آزاد خودمون اشتباهات کردیم، غرور داشتیم، جبری باعث شده ما کاری رو انجام بدیم، بی حکمتی کردیم، ترسیدیم، ضعیف بودیم، دلسوزی های ناحکیمانه انجام دادیم، فراموش کردیم، کینه و نفرت داشتیم در اون اراده خاص شخصی خودمون، طمع و خودخواه بودیم، مصلحت جو و آبروداری کردیم، همراه با فریب شیطان و وضعیت که انسان تا به امروز داره بارها گول شیطان رو خوردیم و نتوانستیم تو یک جایگاه درستی بیستیم. اندیشمندی اعلام میکنه یه آدم خوب همچون آدم بده که هنوز لو نرفته میتونه درگیر بشه. مطابق رومیان 3:23 اعلام میکنه همه گناه کردن، هیچ کس نیستش که آنچرا که خدا در نظر داشته انجام بده. اما با این گناه به نوعی سازش میکنیم، هرچند میدونیم که گناه از طرف شیطانه، هرچند میدونیم گناه دلیلش شیطانه، روح‌های بد هستن. اما زمانی که پیگیر و ریشه یابی بدی‌هامون رو نمی‌کنیم، آسیب می‌خوریم، به هم دروغ میگیم، به خودمون دروغ میگیم، خودمون رو فریب میدیم و فکر می‌کنیم خدا هم فریب می‌کنه. شخصی متوجه میشه که بیشتر درآمدش رو همسرش داره صرف خریدن لباس می‌کنه. یه روز میشینه باهاش صحبت می‌کنه، میگه این کار درستی نیستش که تو بیشتر درآمد منو داری صرف لباسایی میکنی که ازش استفاده ای هم نمیکنی. میگه آره، وقتی که من میرم توی این فروشگاه ها و بوتیک های لباس زنونه دست خودم نیست، راستیتش شیطون گولم میزنه دیگه، میخرم. میگه ببین این دفعه نهیب بزن، بگو دور شو شیطان و اجازه نده که اون به تو قالب تو بشه، فکر تو بشه و تو لباسو بخری. میگه باشه، من دیگه این کارو میکنم. بعد از چند روز که میگذره دوباره میاد خونه، میبینه دوباره یه لباس خریده، میره نگاه میکنه، واه چقدرم گرون خریده. میگه همسر عزیزم مگه من به تو نگفتم؟ گفت ببخشید، دوباره شیطون گولم زد. گفت مگه من به تو نگفتم نهیب بزن؟ گفت آره اتفاقا نهیب زدم. گفتم شیطان دور شو، از همون راه دورم منو دید، گفت این لباس خیلی بهت میاد، منم خریدم. اگر ما خودمون در فکر و اندیشه این نباشیم که گناه ریشه یابی کنیم و از اون دور بشیم، مسلم بدونیم که عزیزان حتی موعظه های ما و کلام خدا رو ما تأثیر نخواهد گذاشت و ما هنوز همون موقعیتی هستیم که هرگز خدا به خاطر اون ما رو اونجا نیافریده. از این رو من نه به اراده خود و نه به اراده و خواست دیگران میتوانم اعتماد به زندگی پیروزمندانه داشته باشم و فقط این اراده خدا هستش که میتونه کمک من بکنه. حتما پیروزی هایی داشتیم، حتما موفقیت هایی داشتیم توی اراده خودمون،
حتما به اراده و نصیحت‌های دیگران هم ما پیروز شدیم، اما تضمین 100% هیچ موقع نبوده که آیا باز من این دفعه موفق خواهم شد. سلیمان در کتاب جامع 9:11 این گونه میگه: در این دنیا متوجه مطلب دیگری هم شدم و آن این هست که تیزترین دونده همیشه در مسابقه برنده نمی‌شود و شجاع‌ترین سرباز همیشه در جنگ پیروز نمی‌گردد. مردم دانا هم گاهی گرسنه می‌مانند، اشخاص باهوش همیشه پولدار و ثروتمند نمی‌شوند. مردان با تجربه و کاردان نیز همیشه به جا و مقامی بزرگ نخواهند رسید. اقبال خوب و بد به سراغ همه خواهد آمد. وقتی ما نمی‌توانیم به اراده خداوند کاملا تکیه کنیم، آسیبی که می‌خوریم این هستش که اقتدار مثبتمون رو از دست خواهیم داد. بدبینی ما رو می‌گیره، سرزنش‌های درونی باعث خواهد شد که ما توی جایگاه درستی قرار نگیریم و ترس و همون کمبینی و بدبینی دلیلی خواهد شد که من قبل از شکست رو ببینم و درک نکنم که خوشنودی خدا از من دلیل پیروزی من خواهد شد. یک بار دیگه میگم، خوشنودی خدا از من که من اراده او رو میخوام دلیل پیروزی من خواهد شد. حالا اراده خدا چیست که اینقدر ما داریم صحبت میکنیم؟ یه چند تا بشنوم. شما اراده خدا رو چی میدونید؟ چی هستش؟ بشنوم یه چند تا. اراده خدا هم اولش من میگم نیکوست. خب بدیش؟ حکیمه، عادله، خیریت ما رو میخواد، برابر محبته، بله جان، رستگاریه، به فکر ابدیت ما هست. اراده خدا فقط موقتی نیست برای ما. درس گذشته، هفته گذشته پرداختیم به 4 ذات خدا: محبت، رحمت، عدالت، حکمت. پس اراده خدا این هاست. وقتی من میگم من اراده خدا رو میخوام، یعنی تمام نیکویی ها رو میخوام و نیکویی های خدا در برابر من قرار داره و کمک من خواهد کرد تا بتونم در مسیر هدف درست قدم بردارم. و چون در مسیر اراده خدا هست، دیگه ترس بر من غالب هرگز نخواهد شد. اندیشمندی اعلام میکنه: عشق به هدف پادزهر ترس و هر نگرانی خواهد بود. نویسنده مزمور 44 سه نیز اعلام میکنه: قوم تو این سرزمین را با شمشیر خود تسخیر نکردند. خودمونم میتونیم به هم بگیم پیروزی های من و شما توی زندگیمون وقتی توکل به خدا کردیم، عزیزان، تفکرات ما نبوده. حتی میخوام بگم به ایمانمون هم تکیه نکنیم، چون فیض خدا هست. درسته که ایمان ما قلمروی اول هست، ولی فکر نکنیم که این ایمان من اینقدر زیاد بود تا خدا متقاعد ایمان من شد که 500 کیلو بیشتر از شما بود. نه، خدا به دل من نگاه میکنه. ایمان ما به اندازه دانه خردل، ولی درک درست داشته باشم نسبتش. میگه قوم تو این سرزمین را با شمشیر خود تسخیر نکردند و به قدرت بازوی خیش پیروز نگردیدند، بلکه با قوت و توانایی تو، منظورش خداست، و با اطمینان به حضور تو که نشانه رضایت تو از آنان بود پیروز گشتند. خوشنودی اینجا کار میکنه. وقتی که خدا از ما خوشنود هست، وقتی ما اراده خدا رو میخوایم، مسلما اونجا خداوند نیست، قوت ما خواهد بودش. باز شاعری اعلام میکنه: راز یک زندگی زیبا این است که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد کامل بکنی، که او کنار تو هست، که او تو را هرگز رها نخواهد کردش. پدری دستش انداخته بود روی شونه پسرش و با هم قدم میزدن. بهش گفت: پسرم، فکر میکنی من قوی تر هستم یا تو؟ پسر میگه: من. یه خود میره جلوتر میگه: یه خود فکر کن ببین پسرم، بازوهای منو داری میبینی که افتاده روی شونه های تو، من قوی تر هستم یا تو؟ دوباره میگه: پدر، من قوی ترم. پدر عصبانی میشه، هولش میده، میگه: یعنی چی؟ یعنی تو همان قوی تر هستی؟ میگه: نه، تو قوی تری. میگه: آها، ترسیدی؟ میگه: نه، تا زمانی که دست تو روی شونه های من بود، قدرت و قوت تو پشتبانی من. اگر اجازه بدیم، کار خاصی ما نباید بکنیم،
اگر اجازه بدیم که اراده خدا، ما اراده خدا رو بخوایم، بهش اعتماد کنیم. اراده خدا رو میخوای، نبوت میشه. یا خدا مستقیما با تو صحبت میکنه، یا به توسط کلام خدا، یا به توسط مرد و زنی که عطا و عطیه نبوت رو داره با تو صحبت میکنه. و اگر در اون وفادار باشی، مطمئن باش تو بدترین شرایط زندگی خدا تو رو حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که آسیب بخوری. کتاب مقدس گواه بر مردان و زنانی هستش که هرگز نه تنها اجازه ندادن اراده خودشون بر اراده خدا غالب بشه، حتی در برابر اراده انسانهایی که بت پرست بودن و مخالف اراده خدا عمل میکردن نیز اونها زانو خم نکردن، همچون شدرک، میشک، ابدنقو که هرگز در برابر بتی که ساخته بودن زانو خم نکردن. حتی هم توی آتیش رفتن، اما خداوندشون توی آتیش با اونها بودش. همچون داوود پادشاه در زمان جنگ او با جولیات، زمانی که برادران میستن و او رو مسخره میکنن و او رو سرزنش میکنن، دیگران رو سرزنش میکنن، اما با توکل خدا، تحت اراده خدا، چون قدم برمیدارن، توی یک جایگاه درستی داوود میسته که برای قوم اسرائیل پیروزی میاره. همچون استر برای نجات قوم خیش جاه و مقام و آنچرا که در دستش بود، آبروی خودش رو به کف دست خودش قرار میده و اراده خدا رو انجام میده. و چون اراده خدا رو انجام میده، خدا به توسط استر قوم اسرائیل رو نجات میده. در کتاب استر آیه باب 7 آیه 6 استر در برابر سؤالی که خشایارشا با خشم میگه، اعلام میکنه، استر اینگونه میگه: دشمن همین هامان شریر است. آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه به لرزه در آمد. وقتی استر اینگونه با اقتدار صحبت میکنه، ما زمانی که اراده خدا رو میخواییم، ترس از ما گرفته میشه، چون تمام فکر شما اراده خداست. وقتی به اراده خدا نگاه میکنی، به قوت خدا نگاه میکنی، به محبت خدا نگاه میکنی، دیگه به رحمت خدا نگاه میکنی، دیگه به عدالت خدا نگاه میکنی، دیگه به حکمت، به عشق، به تمام خوبی های خدا نگاه میکنی. و این کمک تو میکنه، به تو اقتدار میده که تو نترسی. ما ایمان داریم وقتی که اعلام میکنیم الله بت هست و باعث بیبرکتی کشور عزیز ما ایران شده، ذره ای نمیترسیم. هرچند تهدیدها بشیم، ذره ای نخواهیم ترسید، میستیم، چرا که میدانیم جایی داریم میزنیم که ریشه بدی ها هست و خدا نیز حامی ما خواهد بود و ما رو حمایت میکنه و هرگز ما رو تنها نخواهد گذاشت. شیطان به خوبی میدونه نوع لباس های ما، مهمانی های ما، ترانه های ما، رفتار ما زمانی دلیل آسیب به ما خواهند شد که ما از اراده خدا دور میشیم و خدای حقیقی رو نمیشناسیم. یعنی به دنبال هر چی گفتن خدا هست میریم و اونجا هستش که ما به نوعی تعلیم گرفتیم که به راحتی بدیها بر ما غالب خواهد شد، که در اون موقعیت آسیب بسیاری خواهیم خورد، چرا که حتی به همون چیزی که اعلام میکنیم ما این ایمان و این باور رو نداریم. میگیم در نام عیسی مسیح هر چی بخوایم به ما داده میشه، دو نفر با هم متحد بشن هر چی بخوان داده میشه. با چرا میترسی؟ با چرا نگران هستی؟ مگه اراده خدا رو نمیخوای؟ مگه یاد نگرفتیم اراده تو رو میخوایم خداوندا؟ چرا نگران هستیم؟ چرا با ترس به حضور خدا میریم؟ چرا با اقتدار آنچه را که فکر میکنیم برای ما خوب هست رو نمیخوایم؟ حتی اگر اشتباه و گناهی هم کنیم، مگه کلام خداوند نمیگه وقتی در حضور خداوند زانو میزنیم و توبه میکنیم خدا ما رو میبخشه؟ اگر من اراده خدا رو رحمت خدا میدونم، چه لزومی داره با سرزنش در حضور خدا برم؟ یک بار میگم خداوند با خون عیسی مسیح گناه منو ببخش، من اشتباه کردم، تمام، اجازه نده فکر سرزنش بر تو باشه، چون خداوند روی صلیب من و تو رو آزاد کرده. این کار شریره که مدام ما خودمون رو گناهکار بدونیم، چون از این سرزنش استفاده میکنه تا به ما آسیب بزنه، به ایمان ما آسیب بزنه،
تا درک درست از اراده خدا در حضور او که هستیم نداشته باشیم و خوب درک نکنیم که خداوند برای ما چه چیزی که میتونه خوب باشه رو میخواد. و وقتی هم تعلیم میدیم اون موقع تعلیممون هم خیلی صفر نخواهد بود. فکر میکنیم که آره 10 دفعه گفتیم اراده تو رو میخوایم، وضعیتمون هم انگار بدتر شد. حالا چه تعلیم بدم؟ تعلیمم هم همش مواظب هستم چگونه تعلیم بدم. اون اقتدار رو توی تعلیمم نخواهم داشت. گروهی 4 استاد دانشگاه هواپیماسازی رو به یک سفری دعوت میکنن. وقتی سوار هواپیما میشن 4 نفر متوجه میشن خبرنگارای هم توی هواپیما هستن و بعد میان میگن این هواپیما رو خواستیم شما رو سورپرایز کنیم، دانشجوهای خودتون ساختن. از این 4 تا استاد 3 تاشون بلند میشن میگن نه ما سوار این هواپیما نمیشیم، این هواپیما سقوط میکنه و بالاخره شلوغش میکنن. اما یکیشون خیلی راحت نشسته بوده. یکی از خبرنگارا میاد میگه شما پس خیلی مطمئن هستی که این هواپیما هواپیمای خوبی میتونه باشه؟ میگه آره من واقعا اینقدر اطمینان دارم که این هواپیما اصلا بلند نمیشه، چه به سقوط کنه. اگر قلب من و شما این ایمان و این باور رو نداره در حضور خدا رفتن و اراده خدا رو خواستن، این یک واهمه و یک ترس برای من میاره که مبادا اراده خدا برای من چیز خیلی بدی باشه. بریم با هم دیگه نگاهی داشته باشیم به کتاب دوم تواریخ باب 14 از 1 تا 6 که ما هفته گذشته که در دعا بودیم امیر عزیزم با هدایت خدا این رو خوند و امروز ملزم شدم این قسمت رو بخونیم. دوم تواریخ باب 14 از 1 تا 6. میخواد چراغ رو روشن کنیم؟ نه توی بروشورتون نیست، ببخشید. اینا امروز به ذهنم رسید که داشته باشیم، برای همین توی بروشورتون نیست. صحبت از پادشاه آسا میکنه، کسی هستش که تمام ذهن و فکرش اراده خداست، میخواد اراده خدا رو انجام بده و گذشته ها که خراب کردن به دنبال اونها نیست. عزیزان به مسیح که ایمان میآورید، به یادگاری والدینتون به دنبال تعلیمات اشتباه نرید، فال و فالگیری نرید. این آیه رو مادرم داده از قرآن پیشم باشه، نرید. اگه مسیح ایمان آوردی هرگز این چیزا نمیتونه به تو آسیب برسونه. دنبال این چشم نظرا نرید، خواهش میکنم. کاری هم نمیتونه بکنه. من هرگز ایمان ندارم چنین چیزای قدرت داشته باشم روی زندگی ما، چون کلام خداوند اعلام میکنه روحی که بر به ما داده شده از طرف مسیح قوی تر از روحی که تو این دنیا هست. اما این تعلیم درستی نیست. ما نمیتونیم به مسیح ایمان داشته باشیم، به او توکل کنیم، بعد از این چشم نظرام تو ماشینمون باشه. برای چی این؟ آره خب این مواظب باشه من چش نخورم. تموم شد قصه چش خوردن. دیگه کسی نمیتونه، شیطان نمیتونه ما چشمک بزنه، چون ما مال مسیح هستیم. دختر و پسری که به عقد هم در میان دیگه اونجا جرأت میخواد یه پسر و یه دختر شب به اونا نگاه کنه، تمومه. برای همین میگیم کسی که مسیح رو دوست داره قلبتو به مسیح بده. قلبتو که مسیح داری، تو مال مسیح و مسیح مال تو هست. هرگز شیطان به تو نزدیک نخواهد شد، هرگز، مگر این که ما روزنه ای رو باز کنیم، روزنه ها رو باز نکنیم توی زندگیمون که به اون مجال بدیم. بله لطفا. ابیا درگذشت و با پدرانش در شهر داوود به خاک سپرده شد. پدر همین پادشاه آسا هستش. بله. و پسرش آسا به جای او بر تخت سلطنت نشست. در دوران سلطنت آسا سرزمین یهودا برای مدت 10 سال از امنیت و آرامش کامل برخوردار بود. آمین. آسا با کارها و کردار نیک رضایت خداوند خدای چرا؟ خود را چرا در آرامش بود؟ چرا در امنیت بود؟ این قسمت دوباره این قسمت بعدش رو بخونید. آسا با کارها و کردار نیک رضایت خداوند خدای خود را حاصل کرد. این کارهای خوب و این کارهای نیک چی بوده؟ بله. او قربانگاه‌های بیگانه و پرستشگاه‌های روی تپه‌ها را از میان برداشت. اینا ریشه‌های گناهه. اینا ریشه‌های بدیه. این که ما اعلام می‌کنیم
زندگی اون رو تقدیس کنیم از باورهای دروغین. عزیزان، این بی احترامی به هیچ مذهب و هیچ باوری نیست، این تقدیس زندگی ما هستش. ما چه کار داریم؟ خیلی هستن توی دنیا گاو میپرستن، خب بپرستن، به بقیه هم که چیز دیگه میپرستن بپرستن، به ما چه مربوطه؟ اما ما از جامعه آمدیم، از کشوری آمدیم که اونجا الله میپرستیدن و به جای خدا الله میپرستیدن. الله بت پدر محمد که اسمش عبدالله بود هست، یعنی بنده الله. ما نمیتونیم بگیم اینجا از نجات و رستگاری صحبت بکنیم، از بت سخن نگیم، چرا که این تعلیم کمک نمیکنه که مردم ما، ملت ما در آرامش و سلامتی به سر ببرن. پس باید در این رابطه ما صحبت بکنیم و کلام خدای نیز این رو داره میگه. ما نمیتونیم بگیم که جایی بیسیم که یه کمی از این ور یه کم از این ور بعد بگیم آره ما اراده خدا رو انجام میدیم. کلام خداوند میگه یا سرد سرد یا گرم گرم، یا تو این دنیا حالتو بکن، حالا اون دنیا هر چی شد شد دیگه. یا تصمیم تو بگی جدی برای خود خدا بیست، تحت اراده خدا زندگی کن. اگر من مسلمان بودم و کسی چنین موعظه‌ای میکرد، حتما از دستش ناراحت میشدم، چون قابل درک نبود برای من. پس کاملا اینو من خودم میفهمم، یک شخص مسلمان براش خیلی سخته. اما تحقیق کنیم، تحقیق کنیم، چرا که به ابدیت ما مربوط میشه. ما خیلی چیزا رو دوست داریم بشناسیم. ماشینی که معلوم نیست 10 سال 5 سال زیر پامون هست رو میریم تحقیق میکنیم. خونه‌ای که میخوایم بخریم میریم تحقیق میکنیم، محل رو تحقیق میکنیم، همه چیزا رو تحقیق میکنیم. به طور خاص مردا وقتی میخواستن در گذشته، حالا نمیدونم، میخواستن ازدواج کنن، چقدر افراد میفرستادن این ور اونور ببینن اون خانواده زن چگونه، از خودش چگونه، چقدر تحقیق خانواده زن افرادی رو میفرستادن نه اون لازم بود. اما امروز چقدر بیشتر، چرا درباره خدای خودمون تحقیق نکنیم؟ چرا خدا اونو نمیشناسیم؟ وقتی نمیشناسیم، کلام خداوند هوشع 6:4 میگه هلاک خواهیم شد. بله، و الهه های عشره را در هم شکست. او به یهودا فرمان تمام اون بت ها رو، بله، تا خواستار خداوند خدای نیاکانشان باشند و قوانین و فرمان های خدا را به جا آورند. او همچنین تمام پرستشگاه های بالای تپه ها و قربانگاه های بخور را در شهرهای یهودا از میان برداشت. کاری که آسا میکنه یه ریسک بزرگی بود. ما داریم یه کتابی رو میخونیم، ما داریم 4 تا خط رو میخونیم، اما تو اون وضعیت نیستیم. همون کاریه که من دارم الان انجام میدم و کلیسای پرستان مسیح داره انجام میده. با یه خطر بزرگی روبرو بود که میتونه اصلا افرادی متأسف باشن و بیان آسیب بزنن به اون. اما چون توکل به خدا کرده بود، میدونست هر اتفاقی بیفته اون برنده است. حتی اگر کشتم میشد اون برنده بود، چون در حضور خدا بود. اندیشمندی اعلام میکنه وقتی که با خدا گلیاپوچ میکنی نترس، چون دوتا مشتش پره. نگران نباش، وقتی توکل به خدا میکنی، ایمان به خدای زنده داری، از هیچ چیزی نترس. نمیگم جنگجو باشی، نمیگم حکیم نباشی، باید بدونیم کجا صحبت میکنم. آنچه که من دارم میگم، میدونم که این داره توی ایران الان پخش میشه، اما آن چیزهایی که ما میدیم توی خانواده هستیم، افراد ما، والدین ما، بزرگان ما، هنوز کاملا این موضوعات رو درک نمی کنن. با احترام، با محبت، قدم به قدم این حقیقت رو براشون آشنا کنیم و نیز براشون دعا کنیم. بله، او در زمان صلح شهرهای مستحکمی در یهودا ساخت. او در آن سالها جنگی نداشت، زیرا خداوند به او آرامش داده بود. آمین، آمین، سپاسگزارم. میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم که این آرامش رو خدا به ما خواهد داد. بریم بار هم دیگه روی همون بروشور. زهر جان لطفاً آیه کلیدیمونو داشته باشیم، نامه اول تیموتائوس 6:10. زیرا که طمع ریشه همه بدی هاست، که بعضی چون در پی آن می کوشیدند از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند. آمین، آمین. بولس رسول با تمام عشقی که به خدا داشته، با تمام ایمانی که داشته زندگی میکرد، خدمت میکرد و دیگران رو تشویق میکرد و در این مسیر فقط اراده خدا بود. و دلیل اصلی این که پولس توانست بر تمام بدیهاش
غالب بشه عشقی بود که به خدا داشت، چون شناخت خوبی نسبت به خدا داشتش. شاعر نیز اعلام میکنه: شوقی که چو گل دل شکفاند عشق است، ذهنی که رموز عشق داند عشق است، مهری که تو را از غم رهاند عشق است، لطفی که بدو تو را رساند عشق هستش. بهترین قلمروی ما برای درک درست اراده خدا این هست که خدا رو بشناسیم، و اگر خدا رو بشناسیم اونجا هستش که خداوند ما رو برکت خواهد داد نسبت به حتی به خواسته هام. باز با همدیگه نامه اول تسالونیکیان رو بشنویم. عزیزان بروشور داریم یا نه؟ کسایی که بروشور نه لطفا دستاشون بره بالا، لطفا $1,000 بگید اینا که دیر اومدن. چرا ما میگیم $1,200؟ هم میخندن. اول تسالونیکیان 2:1-12. از شریف گفتم بخونن که یه مقداری واضح. خود شما ای برادران میدانید که آمدن ما به نزد شما بی نتیجه نبود، برعکس پس از آن همه بدرفتاری و اهانت که در شهرهای فیلیپی دیدیم، چنان که اطلاع دارید و با وجود مخالفت‌های شدید با کمک خدا دل و جرأت یافتیم. پولس رسول داره اشاره به اراده خدا میکنه. پولس رسول هر حرکتی رو که انجام داده اراده خدا در اون بوده، همین دلیل شجاعت شده. گاهی هستش که ما تصور میکنیم که یه گناه کوچیک، یه دروغ کوچیک چه آسیبی میخواد به ایمان من بزنه، چاره ای ندارم، الان میخوام برم سر کار، حالا یه دروغ بگم، اینجا یه دروغ بگم که این اتفاق بد برام نیفته، یه گناه کنم، یه ریا کنم، اما آسیب به ما خواهد خورد. با سلیمان در کتاب جامع 10:1 اعلام میکنه: همانطور که مگس‌های مرده بذارید من عینکم رو، چشمای ما داره کم کم جوون میشه، همانطور که مگس‌های مرده شیشه عطر را متعفن میسازد، یک عمل کوچک احمقانه نیز میتواند حکمت و عزت یک شخص را از بین ببرد. زمانی که من سازش با گناه‌های کوچکم میکنم، ما ریشه‌های گناه‌های بزرگو میزنیم، ریشه‌های گناه‌های کوچک تو زندگی اونم باید بزنیم تا بتونیم زندگی سالم و موفق داشته باشیم. بله، دل و جرأت یافتیم که انجیل خدا را به شما برسانیم. اصرار ما به شما از روی ایمان غلط و یا ناپاک نبود و ما سعی نداشتیم کسی را فریب دهیم، اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت سخن میگوییم. چرا پولس این گونه صحبت میکنه؟ پولس داره کاملا از قلب خودش شفاف صحبت میکنه، میگه هیچ هدف بدی ما نداشتیم، ما میتونستیم طوری با شما صحبت کنیم که رضایت شما رو به دست بیاریم. میگه به خاطر رضایت شما با شما صحبت نکردیم، به خاطر رضایت خدا با شما صحبت کردیم. یعنی رضایت خدا اول قلم روی زندگی ما شد. گاهی هست ما تصور میکنیم اگر فرزندان خودمون رو داریم تعلیم میدیم که حتما باید با هوشیاری باشه، نه با تلخی، مذهبی تعلیم ندیم، پس مواظب باشیم نکنه بشکنه. داره میبینیم گناه میکنه، ما گناه او رو به رخش میاریم، ما میگیم این گناهه، ولی باید یاد گرفته باشیم که چگونه کمکش کنیم که توی اون گناه نیسته. اما اگر من خودم با گناهی سازش کردم و در مسیر گناه دارم هم قدم هستم، به بچه‌م میگم این گناه رو نکن، هرگز تأثیر نخواهد گذاشت و ما آسیب میخوریم. بله، منظور ما جلب رضایت انسان نیست، بلکه ما میخواهیم خدایی را خوشنود کنیم که دلهای ما را میازماید. اینو به عنوان پرچم ایمانت همیشه بلند کن تو زندگی، که اول رضایت خدا باشه. توی رضایت خدا، رضایت خلق خدام هست، رضایت تو هم هستش، مشروط بر اینکه مذهبی فکر نکنیم. بله، شما خوب میدانید و خدا شاهد است که ما چاپلوسی نکردیم و سخنان ما از روی طمع نبود و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم شما و خواه شما و خواه دیگران نبودیم. اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح حقی به گردن شما داشتیم، ولی مانند مادری که فرزندان خود را پرورش می‌دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم، یعنی با دلسوزی کامل عمل کردند. بله، و با احساسات و به خاطر علاقه‌ای که نسبت به شما داشتیم،
حاضر بودیم نه فقط انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا سازیم. آیا پولس رسول شخص موفقی بود؟ پیروز شد به نظرتون یا نه؟ با همه این سختی ها پیروز شد. تو پیروز خواهی شد. بقیش بسپار دست خدا، بگو امروز، بگو خداوند من میخوام اراده کامل تو رو انجام بدم و بعد میخوام خداوند ریشه گناه، ریشه بدی ها رو به من نشون بدی، چون قرار من نمونه بشم تو این دنیا که تو رو ببینن. بله، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید. ای برادران، به خاطر دارید که ما چگونه کار میکردیم و زحمت میکشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما بر هیچ کس تحمیل نشویم. هم شما شاهد هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به شما ایمانداران تا چه اندازه پاک، درست و بی‌عیب بود. شما خوب می‌دانید که رفتار ما با فرد شما درست مانند رفتار یک پدر با فرزندان خود بود. پس کسی که اراده خدا رو می‌خواد دلسوزه. کسی که اراده خدا رو می‌خواد این نیستش بگه من اراده خدا رو می‌خوام و با تلخی بیاد رفتار کنه، عمل کنه. شخصی که مطیع اراده خدا هست کاملا درک میکنه با محبت و با عشق. سپاسگزارم. بقیه‌اشو بخونید. چند تا آیه دیگه مونده؟ یه آیه دیگه هم بخونید. حالا برای یه آیه بریم با هم نکته هم داشته باشیم. ما شما را تشویق میکردیم، دلداری میدادیم و موظف میساختیم که زندگی و رفتار شما پسندیده خدا باشد، آن خدایی که شما را به پادشاهی و جلال خود دعوت میکند. آمین. 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 پس کسی که مطیع خدا هست، زندگی او در عزت و در افتخار هستش. هرگز احساس بدی از نوع زندگیش نداره. ما چهار نکته داریم که نکته چهارم مربوط به امروز میشه. اگر عزیزانی که نبودن مایل هستن میتونن عکس بگیرن و یا میتونن روی یوتیوب، عزیزان میتونن روی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنیم به نام کشیش رسول حیدری که درسای قبلی رو داشته باشیم. نکته اول، ریشه بدی ها طمع به لذت دنیاست که ناخوشی میشود و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به استقامت در برابر وسوسه عمل نمود تا در سلامتی زندگی کرد. نکته دوم، ریشه بدی ها طمع به ثروت دنیاست که دلیل ناآرامی میشود و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به امید در برابر نگرانی عمل نمود تا در آرامش زندگی کرد. اینا اهداف خدا هست عزیزان. بله، ریشه بدی ها طمع به شهرت دنیاست که دلیل خودخوری می شود و برای رهایی از آن می بایست به اعتدال اندیشید و به تواضع در برابر کمالگرایی عمل نمود تا در امنیت زندگی کرد. نکته چهارم، تمام اینها دروسش روی یوتیوب هست عزیزان، میتونید برید پیگیری کنید و خواهش میکنم اگر آموختید به یک نفر بیاموزید، بهتر یاد خواهیم گرفت. نکته چهارم، ریشه بدی ها طمع به رضایت دنیاست که دلیل کمبینی میشود، چرا که من وقتی که ارزش خودم رو نمیدونم، در مسیح فرزند خدا هستم، سفیر روی زمین، کاهن هستم، حاضر هستم ارزشم رو از دیگران بگیرم، پس میخوام دیگران رو بیشتر نسبت به خودم راضی نگه دارم. و برای رهایی از آن میبایست به اعتدال اندیشید و به اقتدار در برابر ملامت عمل نمود، اون سرزنش های درونی، تا در عزت زندگی کرد، تا در افتخار زندگی کرد، تا در اون عزتی که خداوند به ما داده. و اون موقع هستش که میتونیم ما وقتی برای ایران، برای سرنگونی نظام اسلامی دعا میکنیم، برای آبادانیش خوب فکر کنیم، خوب اندیشه کنیم. مولوی میگه در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق، دگر تخم نکاریم. آمین. مبادا اجازه بدیم، نه در دلهای خودمون و نه هرگز اجازه بدیم عزیزان در کشور عزیز ما دروغ کاشته بشه. امروز که مسیح ایمان آوردیم، بیستیم سفت و محکم در راستی تحت اراده خدا، تحت عشق و محبت. و از خانت شروع کن، از محل کارت شروع کن، از یک رابطه با خودت شروع کن. صادق باش با خودت، با خانوادت صادق باش و مطمئن باش که خدا تو رو برکت میده. آخرین آیه ما نامه اول یوحنا 2:15-17 هست. ممنون میشم بخونید. دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست.
زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوات آن درگذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. سوال هفته. ما توی هفته دو تا سوال می دیم. این سوالات رو تشویقتون می کنم پنج شنبه ها با ما باشید. از ساعت 7:30 مشروطه برای اینکه پنج شنبه ها بیاید. پنج شنبه ها ما درس یه گردهمایی خصوصی داریم، یه میزه گرد داریم، دور هم جمع میشیم درباره‌اش صحبت میکنیم. منم از شما میآموزم. همیشه ما صحبت نکنیم، ما از تجربیات شما و از دانش شما همه از هم میآموزیم تا به یک نتیجه مطلوب برسیم. لطفاً سوالات رو بگید. برای شما رضایت دنیا چه معنایی دارد؟ در زمانی که توکل به خدا میکنید نسبت به اراده خدا چه احساسی دارید؟ بله بله. پس اگر امروز آموختیم که نه اراده من که خیلی موقع‌ها باید باشه، نه اراده دیگران که اونم لازم هستش، از تجربیات دیگران نیز بیاموزیم، ولی اون رو نیز هر دوشو تحت پوشش اراده خدا ببریم، چرا که خداوند همیشه برای ما ایستاده. باز شاعری اعلام میکنه: آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارن راحت تر میخوابند. اگر ما این ایمان رو داریم، لطفا لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. Oh,